اینجا نمیتونه بشینه. بریم تو محبت حیباز. باشه، فقط اگه کلکی تو کارتون باشه کلک این پیلی کنده است. به من جاخه ربطت به آلیس چیه؟ اجازه هست؟
اندازه کافی مدرک علیهت هست. بهتر سوالا رو جواب بدی تا حسن همکاری بره تو پروندت. بچه گول میزنی؟ با اون پرونده‌ای که شما برام درست کردین تا سه پشت من میتونی تو زندان نگه داری. ما فقط مستند نگاری کردیم. اگه میدونستین چقدر با پلیس همکاری کردم همین الان بلم میکردیم برم. کدوم همکاری؟ اون تماسایی که آشپزخونه‌های شیشه رو لو میداد فکر میکنه کار کی بود؟ دکتر آذر رو تو لو دادیم. راستش شما هم خودشو دکتر معرفی کرده ها؟ دانشجو اخراجی بود. پس خیلی خوب میشناسیش. بهتر از خودش. 20 سال بردستش بودم. خب همین دیگه. چرا لوش دادی؟ من هرچی بخوایم بهتون میگم به شرط اینکه شما همون چیزی که میخوام بهم بگین. چی؟ کی منو لو داد؟ چه فرقی به حالت میکنه؟ من هیچ جا سوتی ندادم. هرچی رد پا بود پاک کردم. شما یا اشتباهی من رسید یا تصادفی. فرض کن آذر لط داده، تو چرا لش دادی؟ اون اگه نشونه منو میدونست که زنده هم نمیذاشت. از میدونسته تو لش دادی؟ از تو زندون برام پیغام داد که اگه گیرم بیاره تیکه بزرگم گوشمه. این چه وضعشه؟ باید رسیدگی کنی. چه جور از زندان آدم رو تهدید میکنن؟ نتونه سرتو زیر آب کنه. کی منو لو داد؟ بگم خودت باور میکنی؟ تو اون همه خونه شیشه تولید کردی میخواستی ردی ازت نمونه؟ پس این مسیرش بود. آفرین. آفرین داره. از رابطت با آذر بگو. یه وقتش بود بازنشست بشه ما هم یه نفسی بکشیم. آلیس هم تو این کار دست داشت؟ تو این بازار اگه آلیس پشتت نباشه که اصلا نمیتونی کار کنی. یعنی آلیس قبلاً از آذر هم حمایت میکرد اون موقعی که بازار دستش بود؟ دیگه رابطه پدر و دختریه دیگه. دختر باید هوای پدرشو داشت. خبر نداشتیم پدر و دخترن؟ حالا از کی دختر شالیس همه کارش شد؟ یه چند سالی بعد از اینکه از ایتالیا اومد. منم تو ایتالیا شاگردش بودم. مثلا رفته بودم اونجا درس بخونم. چی شد که آلیس خواست پدرشو لو بدی؟ آذر توان تولید سابقه نداشت. نمیذاش ما هم کمیت رو بالا ببریم. میدونی که وقتی پای پول وسط میاد دخترم زیرا به پدرشو میزنه. از این شابلان ها و از این علامت ها بگو. من از اینا خبر نداشتم. اینا ایده خود آلیس بود. من دخالتی نمی کردم. بگو هم می نویسم. شرک بو علی اون کاشونک بلوک 3. شما قد کار کشته هستین که الان بدونید تو این آدرس نمیشه گیرش آورد. حالا این همه حسن همکاری چه کمکی به من میکنه؟ اون دیگه تصمیمش با قاضیه. لطفا نوری پور نه قول ببرش.
تو زندگی باید از هر فرصتی استفاده کنی، باید لحظه به لحظه منتظرش باشی. براوو. شاید بالاخره اونی که باید از راه برسه. خود بخت و اقبالم نمیدونه که کی و کجا باید منتظرش بود. باید 24 ساعته منتظرش بود. شاید بالاخره اتفاق بیفته. چه چیزی بهتر از اقبال خوش؟ آماندی. خدا کنه وقتی آدم مریض میشه یکی بیاد سراغش که حالشو خوب کنه. چاو.
رئیس کسی آسیب ندیده؟ بله. شما مطمئنی لازم نیست ما بیاییم؟ نگرانی میخورده؟ بله. این ایده مالی کی بود؟ خب ما یه تیمیم بیکلری جون. این چه تیمیه که من در جریان نیستم؟ ولی بالاخره من با هوش و ذکاوتم میفهمم کار کی بوده. چشم، خدا نگهدار. بچه جناب سرگرد گفتن که همینجا گوش به زنگ نبونیم. عجیبه، این آلیس اگه میخواسته آذر از میدون بدر کنه برای چی داره از زندان فراریش میده؟ به خاطر اینی که فکر میکنه ما هاتف و آدماشو گرفتیم. نه، من فکر میکنم یه دلیل بزرگتر باید داشته باشه. نه، شاید اصلا فرضیه ما اشتباه باشه. شاید هاتف دروغ گفته که با همدستی آلیس آذر رو لو داده. آذر ممکنه دوتا مسیر رو در پیش بگیره. یک، حالا که بازار از رقبای مثل هاتف خالی شده بره و دوباره تولید شیشه رو شروع کنه. دو، از کشور خارج بشه. دومی احتمالش بیشتره. شاید هم بخواد بمونه و شاگردای تازه تربیت کنه. البته یه حالت سوم هم وجود داره، بخواد بمونه انتقام بگیره. دقیقاً. ما باید حسابی از هاتف مراقبت کنیم. هاتف تحت نظره. شاید، مخصوصا این که نشونهایی که از آلیس داده بود ما رو به جایی نرسونده. خوبم دخترم، بار اولم که نیست. بذار رو میز برم بذارم. آره، دفعه آخری تالیا بود. البته اون موقع خیلی جوان تر بودیم. جوانی کیفیت، گذر عمر کمیت. از کیفیت من کم شده؟ نه، صادقانه نه. هیچ کس نمیتونه مثل شما از دست پلیس فرار کنه. خب برنامه‌مون چیه؟ قرارمون کاروان سرای خلفه. کی؟ هر وقت که همه چی آماده بشه. با کی؟ یه نفر هست که قراره پاسپورت و پولو برامون تهیه کنه. بعدم شما رو تا اون ور مرز همراهی میکنه. و شما چی کار میکنی؟ هیچ، به کارمون ادامه میدیم. فکر میکنم باید یه مدتی کارو تعطیل کنین. نمیخواد انقدر نگران باشی. هاتف نامرد فکر کنم تا الان همه چی رو لو داده. هاتف اگرم چیزی رو لو داده باشه در حد اطلاعات خودشه، چیزی از ما نمیدونه که. وقتی پلیسا به من و هاتف رسیدن، پیدا کردن شما خیلی براشون سخت نیست. به نظرم فعلا نمیخواد انقدر خودتون رو نگران بکنید. الان بلند شین برین حمام، یه دوش بگیرید، یه ذره به خودتون برسین، لباساتون رو عوض بکنین. حالا بعدا راجبش بیشتر حرف میزنیم. من میرم وان رو براتون آماده میکنم.
اومدین از همون؟ بله. حالتون بهتر شد؟ بله. راستی بچه ها به این پیام دادن، گفتن جای قرار عوض شده. کجا؟ قراره بریم چالوس. اه چه خوب، دلم برای شمال تنگ شده. پس از مرزای شمال میریم. آره اول میرید ارمنستان. چای چقدر داغه؟ خب چاییه دیگه، باید داغ باشه. نه نداخه. میری چالوس؟ چشم بابا، با اجازت مورو. را بیفت دیگه. اینجا شکار میکنم. مگه قرارمون نبود بیای دم کاروانسرا؟ سلام، من نمیام با تو. تو مگه با این حرف نزدی؟ کسی نمیدونه ما دوتاییم که شما هم دارید میریم. چه فرق میکنه من بیام یا نه؟ دلیلی هم برای موندنت نیست. میخوام آلیس رو زنده نگه دارم. بدون آلاله آلیسی هم وجود نداره. تو فقط پردیسی. من تصمیمم رو گرفتم. به تنهایی هم از پسش برمیام. بازه رو حرف پدر حرف میزنی؟ وقتی در مورد آلیس حرف میزنیم همکاریم، نه پدر دختر. من نباشم چطور کیفیت رو حفظ میکنی؟ زمونه عوض شده آقای دکتر. یعنی چی؟ یعنی که شاید لازم باشه یه جاهایی یه سری تغییرات ایجاد کنیم توی تولید و پخشمون. اما اون وقتی که من نیستم که بخوام سرپوش بذارم رو گنگکاری های تو. از نظر تو گنگکاریه. این صحبت هایی که شما میکنید یعنی چی؟ اصلاح امور. دوباره این افکار مزخرفت رو شروع کردی؟ بی خود، نه اصلاح اموری داری نه تغییری در کیفیت. ولی واقعا شاید ما باید در کنار تولید کریستال تولید و پخش گلم داشته باشیم. من به خیلی از این چیزا فکر کردم، حتی به آلاله. بس کن دیگه پردی، سال هزار دفعه راجبش حرف زدیم. تو این مدتی که من نبودم چه خبر شده؟ هیچی، یه سری حرفای مفت. از نظر شما هر حرفی غیر از حرفای خودت مفت. رئیس با خواهرت درست حرف بزن. شما نمیخواد نگران آلاله جونتون باشین آقای دکتر. بی چشم رویی هم از مادرت آنابلا به ارث بردی. حتما عزیز دردونتونم وقار و متانتشو از شما به ارث برده. آره دهنتو ببند.
سوارشو بریم دنبالش. برش کن، بذارید بره، وقت نداریم. به همین راحتی؟ تصویه حساب شخص رو بذارید برای بچه. اول داره میره سمت شمال. داشت ما به جای اون یه گام بودیم، حالا میرسیم شمال. بله نهارم همونجا میزد. بچه ها کجاییم؟ ما تو راهیم، داریم میایم. میان شمال غربی. یه باخ هست جلو اون تپه پناشیم. چشم رئیس، بریم سمت شمال غرب. چو دارم میرسم به جنبی. دکتر آذر دستتو بنداز. فکر میکردم اقل معاشرت با هم داشتیم که صمیمی باشی. صمیمیت نتیجه کیفیت نه کمیت. آها یادم نبود، کیفیت هم پایینه. هنوزم با این کار میکنی؟ شما همه جوره واسه ما عزیزی، به دل نگیر. پول پاسپورت کجاست؟ برو تنها کسیه که واسه مونده بابا.
ساعت هست پسشون برمیان. پس آلیس اینه. پسره کیه؟ چقدر آشناس؟ ساعد قوی پنجه، آچاخچی آدم و مواد. آه فهمیدم، آره خودشه. سیاوش تو هوای دالون و حجره ها رو داشته باش. رضا من دارم میرم. رضا تو همونجا پشت درخت ها بمون. دلارتو از این به بعد شما سحر مرتضوی هستی، شما هم امید مرتضوی. راهارو خودت باش. با کدوم ماشین میری؟ ماشین خورتون. من شما قرار نیست با ما بیای. من؟ نه، ولی قرارمون این نبوده. اینجا میدیستم نان اونجا خودشون میان دنبالتون تا اون برم عرض میبرن تو. اینجا محاصره است. بچه ها تو سرکون نبوده. درو افتر کن. میشه این ردیابو از تو دندونم درارین؟ امواجش برای سلامتی مضره. بدونی که برگردی دستتو بیار پشتت. علت مرگ اون دخترتون چی بوده؟ تو 12 سالگی افتاد تو صخرا غرق شد. دوقلو بودن؟ بله، مادرشون ایتالیایی بود، آنابلا. اما اسم دخترمو خودم انتخاب کردم، پردیس و آلاله. الان مادرشون کجاست؟ ایتالیا، کالیاری، آسایشگاه روانی سانتا ماریا. چرا آسایشگاه؟ به خاطر مرگ دخترشون؟ صحبت کردن در مورد زن و دختر من چی عاید شما میکنه؟
شما به آیدی ما چیکار دارین؟ جواب جناب سرگرده بدین. چند تا تولید کننده داشتین؟ شما که گفتین همه رو دستگیر کردین. پس بعد خودتون بهتر بدونید. لطفاً سوال منو جواب بدین. پدر من همیشه معتقده که کیفیت رو نباید فدای کمیت کرد. برای همین هم ما تولید کننده های زیادی نداشتیم. ولی عاطف تولید کننده های زیادی رو تربیت کرده که کمیت براشون مهمتر از کیفیت. اون به پدر من خیانت کرد. مثل پسرم بود. از وقتی یه نوجوان بود دستیاری ما میکرد. پس فوت و فن کارو خودت بهش یاد دادی. واو به واوشون با استعدادترین دستیار من بود. چی شد که دورت زد؟ نمیدونم کدوم پدر نامردی زیر پاش نشست. اونم مثل هر جوان دیگه ای میخواست یه شبه به همه چیز برسه. ولی خودش میگه که از آلیس دستور میگرفته. دروغ محض. مطمئنی؟ پسر جون، من به دخترم اندازه چشمام اعتماد دارم. خط قرمز من تو زندگی پدرمه. عاطف اعتراف کرده به کمک شما پدرتون رو دور زده. یعنی شما فکر میکنید من میتونم به پدرم خیانت کنم؟ عاطف از شما دستور نمیگیره؟ عاطف بعد از یه عمر نمک نشناسی کرد و پدرم رو ول کرد و رفت. از اون به بعدم من دیگه ریخت نحسش رو ندیدم. پس مدیریت مجموعه به عهده پدرتون بوده نه شما؟ نه، من مجموعه رو مدیریت میکردم. به اصرار خود پدرم من توی لندن مدیریت خوندم. ظاهرن شما بدون اجازه پدرتون آبم نمیخورده. اشکال شما اینه که همیشه ریاست رو با مدیریت اشتباه میگیرید. شما ما رو از اشتباه در بیارین. دختر من هیچ وقت جایگاه رفیع مدیریت به ریاست نزول نکرد که بخواد بابت چیزی اجازه بگیره یا نه. عجب، دخترتون از اون جایگاه رفیع چجوری این تشکیلات مدیریت میکرد؟ ظاهرن که همه چی برنامه ریزی شده بود. بله، ما همه چیمون بی نقص بود. پرفکتو. از کیفیت تا کمیت، از تولید تا فروش، تا اینکه متاسفانه عاطف همه چی رو به هم ریخت. یه دستیار تونست بزنه همه کاسه کوزه‌تون رو خراب کنه. اگه دستیاری مثل عاطف همه اطلاعاتتون رو داشته باشه طبیعیه که همه چی به هم بخوره. اشتباه من این بود که زیادی بهش اعتماد کردم. فقط عاطف؟ آخیشون اعتراف کرده که با همدستی آلیس شما رو کله پا کرده. دیگه این حرف رو تکرار نکنید، لااقل جلوی من. چرا باید دروغ بگه؟ چرا نباید بگه؟ اون طمع کرد چوبشم خورد. فقط تو سرزمین عجایبه که از یه آدم شبیه من میتونی توقع داشته باشین اسرار کارشو بگه. آلیس هستم از سرزمین عجایب. خانم آلیس، الان که همه چیز تو باختی پشیمون نیستی؟ من چیزی رو نباختم. چرا فکر میکنید شما برنده این؟ تا اینجا که شما باختی. این بازی برنده نداره، دو سر باخته. همین که شما اون بیرون نیستین یعنی ما برنده این. اتفاقا شروع باختتون از همینجاست. شما یا تا حالا نبردی یا معنی برد رو نمیدونی. من همیشه برنده بودم. اینو صد بار تا حالا براتون توضیح دادم، شما متوجه نشدید. جای منو صد تا متقلب میگیره. خلافکار خلافکار آقا، درستکار و متقلبم نداره. تا بشر بوده خلاف و خلافکار به قول شما بوده. این شمایید باید تشخیص بدید که کدوم خوبه کدوم بد. خوب و بد نداره آقای دکتر، بد و بدتر داره. اینا که روی بد و بدتر رو سفید کردم. به هر حال اگر شما دخالت نمی کردید من خودم این قضیه رو فیصله می دادم. چند تا جوون دیگه باید از بین می رفتن تا شما این مسئله رو فیصله بدین. بس کن این حرفا رو. گناهاتون رو به گردن بگیرین. گناهی وجود نداره. اینا مثل هر کار دیگه ای فقط یه بیزنسه. بله بیزنس. بیزنسی که توش آدم ها قربانی میشن. تو این بازی هر کس نقش خودشو داره. یکی مصرف کننده، یکی تولید کننده، یکی هم فروشنده. این چرخ طبیعیه. سودش هم میره تو جیب تو که این چرخ رو میچرخونی. بالاخره یکی باید این نقشو بازی کنه. این هم یه نقش دیگه تو این بازیه.
پس به نظرت همه چی بازیه؟ جناب سرگرد، زندگی بازی بزرگه. این بازی به قول شما بازی با زندگی آدم هست. به نظر شما زندگی آدم ها مهمه؟ نیست. از نظر من زندگی آدم همونقدر مهمه که زندگی یه سوسک توالت. در مورد زندگی خودت هم همین فکر میکنی؟ زندگی کسی مهمه که تو این بازی نقش مهمتری بازی میکنه. میخوای بگی کسی مثل خودت؟ بله. حالا دیگه به قول معروف بازی تموم شده آی دکتر. بازی هیچ وقت تموم نمیشه، فقط بازیگراش عوض میشه. ما اینجا هستیم تا بازیگرهایی مثل تو نتونن نقششون رو ایفا کنن. الو، سامان بچه ها بگو آشپزخونه ها رو را بندازن.